أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرارسیدن سومین سال روز تراژدی بزرگ و جنایت هولناک هفت جدی بر علیه ملت افغانستان رو تسلیت میگم به خانواده های شهدا و جانبازان. همونجور که میدونید هفت جدی حادثه بسیار دلخراشی در دفتر مرکزی فعالیت های تبیان در کابل به وقوع پیوست که در آن 52 نفر از بهترین نیروهای کیفی ملت افغانستان به خاک و خون غلطیدن و بیش از 90 نفر صدمه دیدن و جراحت برداشتن. کسانی در این حادثه شهید شدن و یا مجروح شدن که خود می توانستن جلودار و هدایتگر جامعه باشند. همینجور که می دونید این فقط حادثه دلخراش نبود و نیست که در کابل و در جای جای افغانستان در این سالها اتفاق می افتد. همه مراکزی که مورد هجمه و انتحار قرار گرفتن مراکز علمی بودن، مراکز فرهنگی بودن. در یک جمله می توان گفت مراکزی بودن که افکار و اندیشه های جامعه رو هدایت می کردن و جهت می دادن. همون گونه که مستحضر هستید، جامعه افغانستان تشنه آگاهی است، زیرا آنچه که در افغانستان به وقوع می پیوندد محصول جهل و عقب ماندگی فکری ملت افغانستان است. یکی از کارهایی که مرکز تبیان انجام میداد بحث گفتمان بود، گفتگو میان اقشار مختلف جامعه، میان دانشگاهیان، میان فرهنگیان، طلاب، علما، اساتید دانشگاه و حوزه و اقشار مختلف، اهم از خواهران، برادران. و این منحصر به کابل هم نبود، در جای جای افغانستان، در مزار شریف و در هرات و نقاط مختلف افغانستان به خوبی انجام میشد و دشمن ترسش از این بود که مبادا تأثیرگذاری این مرکز بیشتر بشه. اما این خیال خام است برای آنانی که در اینجا جنایت کردند و همچنان در افغانستان جنایت میکنم، زیرا خود میبینم که مرکز تبیان و سایر مراکز فرهنگی و علمی رو وقتی زدن آیا آنها تعطیل شد؟ آیا در آنها بسته شد؟ آیا مردم از آنها فاصله گرفتن؟ نه، آنها بهتر شدن، کاراشون بهتر شد، امکاناتشون رو سعی کردن بهترتر بکنن و در میان جامعه بیشتر حضور داشته باشن. پس این پیام رو میخواهم به عنوان یک جانباز، به عنوان یک مجروح و بازمانده حادثه هفت جدی به این دشمنان کوردل بگویم که این خیال خام است، این که شما میکشید و شهید میکنید و مجروح میکنید و هر روز مادرانی از این سرزمین، خواهرانی از این سرزمین، همسرانی از این سرزمین رو عزادار میکنید، اما راه همچنان ادامه دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.